بسم الله الرحمن الرحیم. سلام، نوروز بر ملت ایران و همه اقوام و ملل این جغرافیای بزرگ نوروزی مبارک. نوروز در گذر نسل ها و عصر ها چنان به زیور معنا آراسته شده که برای آغاز هر سال و هر دوران سخنی دارد. مولانا نوروز را فتح بابی می داند برای غلبه عدالت و اعتدال بر سردی و بیبرگی. گر خزان غارتی مر باغ را بیبرگ کرد، عدل سلطان بهار آمد برای فتح باب. سال پراندوهی گذشت، فروردین سیلاب، آبان زلزله و بلوا، دی داغ سردار بزرگ ایران، عزاداران کرمان و جان سوختگان آسمان، و بهمن و اسفند بیماری و تحریم. کرونا البته یک ویروس عالمگیر است، اما در همه جا به یکسان قربانی نمی گیرد. ما همیشه و به درستی گفته ایم تحریم ها ظالمانه است، اما کرونا حقیقت این ظلم را بر جهان آشکار کرد. تحریم سلامت ایرانیان از همان ابتدا در هسته مرکزی تروریسم اقتصادی و تحریم تعبیه شده بود. وقتی حق ملتی در دسترسی به دارو، غذا و سایر اقلام بشر دوستانه سلب شد، در مقایسه با سایر کشورها در موقعیتی نابرابر و آسیب پذیرتر قرار می گیرد. نوروز همان عهد و اراده است که ما با خیش و با دیگران می بندیم برای فردای بهتر و برای سالی نیکوتر. و من به عنوان وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران خود را متعهد می دانم و به شما قول می دهم که در سال جاری با بی‌عدالتی و نابرابری در امر سلامت شما مبارزه کنم. نامه من به دبیر کل ملل متحد در حقیقت بیانیه همین مبارزه بود. اجازه دهید در همین لحظات آغاز سال جدید صادقانه عرض کنم که ما برای مبارزه تحریم و کرونا نیازمند یک خانه تکانی ذهنی هم هستیم. این مبارزه به ما لزوم نوسازی در شیوه حکمرانی را آموخت. نوروز آنگاه خجسته خواهد شد که ما از بند برخی توهمات در سیاست داخلی و خارجی و نسبت میان این دو رسته باشیم. برای مبارزه با تحریم ها باید با همه اشکال گوناگون خودتحریمی وداع کنیم و وارد عصر جدید دیپلماسی شویم. در دنیای امروز دیپلماسی رسمی بدون دیپلماسی عمومی و بدون ظرفیت سازی در سازمانهای مدنی به جایی نخواهد رسید. مبارزه ضد کرونایی ملت ما در همین مدت کوتاه مرز میان ایرانیان مقیم و خارج و داخل را از میان برداشته است. ایرانیان میهن دوست با مشاهده خطر کرونا مرزبندی ها را به کناری نهاده و سلامتی و بقای مردم خود را بر صدر همه مرزبندی ها نشاندند. این رویکرد ملی متقابلا مسئولیت ما را سنگین تر می کند. امروز مرزها از خطوط خودی و غیر خودی مرسوم نمی گذرند، از خطوط مخالف و موافق حاکمیت نمی گذرد. هر آن کس که در جانب زندگی هموطنان خود مستقر شده و به طور توأمان با مرگ پراکنی تحریم ها و کرونا مبارزه می کند، ایرانی است و خودمانی. من به هممیهنان خود در هر نقطه از گیتی عرض می کنم که امروز وطن به کمک شما نیازمند است بیش از هر زمان دیگر. آمریکا میکوشد
از طریق افزایش مستمر لایه‌ها و عمق تحریم‌ها در نهایت کشورمان را به یک جزیره محصور در اقیانوسی از تهدیدها و رنج‌ها تبدیل کند. در مقابل نوروز پیروز الهام بخش ایران است. ایران باز می‌آید و بر می‌خیزد و دوباره قفل زندان تحریم را می شکند. باز آمدم چون عید نو تا قفل زندان بشکنم، وین چرخ مردم خوار را چنگال و دندان بشکنم. شاد و سربلند باشید.